سلام، من میسیز ریپورترم و اینجا کانال مستر ریپورتره. امروز میخوایم از چند حقیقت جالب و جذاب درباره کریسمس بهتون بگیم. مرسی که امروز هم به ما سر زدین و مثل همیشه به ما لطف دارین، ما رو لایک و سابسکرایب میکنین. اگر از برنامه همون خوشتون اومد، علاوه بر این کار و ارسال برای دوستاتون، حتما اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم در جریان برنامه همون قرار بگیرین. روز تولد عیسی مسیح روز کریسمسه و افراد مسیحی این روز رو جشن میگیرن. اما رسوم بسیار جالبی برای جشن گرفتن کریسمس در سراسر دنیا وجود داره. در ادامه به این رسوم اشاره میکنیم. همزمان با سال روز تولد عیسی مسیح در تاریخ 25 دسامبر در آیین مسیحیت جشنی با عنوان کریسمس یا نوئل برگزار میشه. کریسمس از مهمترین تعطیلات در جهان محسوب میشه که مسیحیان با برگزاری اون به استقبال سال نو میلادی یعنی اولین روز ژانویه میرن. و معمولاً این جشن تا پایان روز ششم ژانویه ادامه داره. جالبه بدونید که بزرگترین درخت کریسمس در واشنگتن به نمایش گذاشته شده که ارتفاعش 67 متره. هنگامی که شکلات کین در آلمان اختراع شد، اون رو شبیه به حرف جی ساختن. که حرف اول جیسوس یا عیسی مسیح بود. راه قرمز هم سمبول خون عیسی مسیح است. یکی دیگه از موضوعات جالب اینه که بلک فرایده یا جمعه سیاه شلوغ‌ترین روز برای مغازه هاست که دو روز قبل از کریسمسه. یک سوم 20 فیلم پرفروش دنیا در دوران کریسمس بیرون داده میشه. در ژاپن هم رسم دارن که برای کریسمس KFC میخورن و باید از 2 ماه قبل اون رو سفارش بدن. جالب بدونید که زنگوله مخصوص کریسمس مربوط به آهنگی در مورد جشن شکرگزاریه که در سال 1857 سروده شد. اولین آهنگی که فضانوردان اون رو سرودند. همینطور از هر 3 نفر، یه نفر منتظر کریسمسه تا خریدهاش رو انجام بده. واژه کریسمس به معنای جشن مسیح هست. درخت کریسمس معمولاً 15 سال قبل از اینکه فروخته بشه کاشته میشه. رودولف و بینی قرمز رنگش به عنوان نمادی برای تبلیغات در سال 1839 روی کار اومدن. یه مورد جذاب دیگه اینه که هر سال بیش از 400 هزار بیماری به دلیل مواد دوریختنی و همینطور زباله‌های حاصل از جشن کریسمس اتفاق میافته. برخلاف تصور عموم، کریسمس تولد عیسی مسیح نیست و طبق کتاب انجیل، عیسی مسیح در ماه زمستان متولد نشده. حدود 6 هفته طول می‌کشه تا چارلز دیکنز سرود کریسمس رو بسراید. مطالعه دپای در فیسبوک در سال 2010 انجام شد و نشون داد که 2 هفته قبل از کریسمس رایج‌ترین تایم جدایی زوج‌ها از یکدیگره.
مورد جذاب بعدی دیگه اینه که در بعضی از کشورهای آسیایی فیل‌های سفید مقدس شناخته میشن، اما قیمت اونها زیاده. بنابراین نمادی از این فیل‌ها رو به عنوان کادو به یکدیگر میدن که ارزش بسیار زیادی براشون داره. در سال 2012 بیش از 15,000 آسیب دیدگی در ماه نوامبر و دسامبر اتفاق افتاد که به خاطر چیدمان و دکوراسیون تعطیلات کریسمس بود. و همینطور 34% اونها حین انجام کار تزیینات از بلندی افتاده بودند. جالبه بدونید که بزرگترین نمایش نورها برای جشن کریسمس در استرالیا است که در اون بیش از 1,000,000 لامپ LED نصب میشه که 3,800 متر هم پوشش داده میشه. اگه بخوایم بگیم بهترین درخت های کریسمس کجاست، میتونیم بگیم که 6 تا از بهترین های اونها در ایالت اورگن، کارولینای شمالی، پنسیلوانیا، میشیگان، واشنگتن و ویسکانسین هست. شهر ونکوور در کانادا اولین محلیه که جشن سویشرت های زشت کریسمس در اون برگزار شد. در سال 1980 پرفروشترین اسباب‌بازی کریسمس مکعب روبیک بود. مکعب روبیک در حال حاضر قیمتش 10 دلاره. جالب بدونید که مشهورترین تئوری از این که چرا کلوچه ها و شیر در مراسم کریسمس برای بابا نوئل میذارن اینه که در زمانهای قدیم مردم برای سنت نیکولاس شیر و کلوچه تهیه میکردن. مردم یونان هم گیاه دارواش رو یک گیاه مقدس میدونن و عقیده دارن که بوسه زیر این درخت در زندگی زناشویی شانس زیادی رو به وجود میاره. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودین. لطفاً ما رو با لایک و سابسکرایب کردن همراهی کنید. همچنین برای دنبال کردن برنامه‌های بعدی ما اون زنگوله رو هم فشار بدین.